دارم خدمت همه هموطنان. خب خیلی حرف دارم با شما امشب. اولا اگه اجازه حرف بدید من یه نکته در مورد این کاریکاتورها بگم. بفرمایید. خواهش میکنم. چون میدونید که جواد ظریف آمریکا بود، یه مصاحبه هم کرده با مجله نیویورکر با خانم رابین رایت که از پیش کسوتان طرفدار دوستی با جمهوری اسلامی بوده در این دهه های اخیر. در اینجا از ایشون سوال شده از آقای ظریف که چرا در ایران کنفرانس، یعنی مسابقه کارتون هولوکاست برگزار میشه، کنفرانس انکار هولوکاست برگزار میشه. ایشون فهمیدن کشور ما آزاده، وزارت خارجه فقط به کسایی که میان ویزا میده، ما که این کنفرانس، این مسابقه کارتون رو که برگزار نمیکنیم. مگه شما تو آمریکا مثلا کوکلوس کلان ندارین؟ آزادیه دیگه، اونجا اینجا. یادش رفته ایشون که برای چند تا کارتون ساده حکومت میگیره میندازه زندان، سالیان سال هنرمندان رو زندانی میکنه، ولی وقتی که به هولوکاست که میرسه بهشون ویزا میده، تازه شهرداری اینها رو برگزار میکنه. بله. یعنی شهرداری تهران، و بدون نظر مسئولین اصلا نمیتونه کسی کنفرانس بذاره بدون موافقت حکومت. ببینید چه جور آدمایی هستن واقعا. و کار وزیر خارجهشون فقط اینه که بیاد در خارج کشور چهره این نظام دیکتاتوری رو که هنرمندانش رو در زندان میکنه، دانشمندانش رو به زنجیر بسته بودنش در روی تخت بیمارستان با زنجیر و عملش کرده بودن این حکومت، بعد وزیر خارجش بیاد اینجا کارش باشه توجیه یه عده‌ام به نام ایرانی که خوشبختانه کمن البته، براش هورا بکشن و براش دست بزنن. بله اجازه بدین چون مطلبی رو فرمودین اضافه بکنم که در ایران وقتی که یک نقاشی بخواد یک نمایشگاهی از آثار خودش برگزار بکنه، باید خبر بدن که مامورین بیان کارها رو ببینن. اول باید کارهای نقاش رو ببینن که احتمالاً شاید زن بیهجاب یا چهره‌ای که مثلا مردان رو به ویژه تحریک نکنه و غیره، یا در مورد آخوندها و اینها نباشه، بعد اجازه میدن که نمایشگاه برگزار بشه. و حالا یادمون باشه که این نمایشگاه کاریکاتورهای هولوکاست جایزش رو دولت جمهوری اسلامی میده، همونطور که شما گفتین شهرداری برگزار میکنه و مردم نمیدن جایزش رو، که جایزش رو حکومت جمهوری اسلامی به بهترین کاریکاتور که نفی کرده باشه هولوکاستو این جایزه رو میده. خب اجازه بدین که بریم به سراغ حرفای خودمون. آیه دایی عزیز، این روزا هر موقعی که به خبرهایی که یک جوری به ایران مربوط میشه برخورد میکنیم، این کلمه میلیارد رو میشه شنید. اصلا مثل این که این جمهوری اسلامی با میلیارد یک ارتباط بسیار تنگ و تنگی داره، چه در آمریکا که دیوان عالی آمریکا 2 میلیارد محکوم میکنه، چه آقای احمدی نژاد که صحبت از نمیدونم 700-800 میلیارد میکنه، چه آقای روحانی که با صحبت میلیارد میکنه، چون آقای همشون میلیاردی شدن. و اما نکته جالب اینه که این دیوان عالی آمریکا که اینها دارن بهش اعتراض میکنن که چرا این کارو کردید، به خاطر کارهایی که در اون سالهای گذشته جمهوری اسلامی در بیروت انجام داده، ما میدونیم که واقعا رأی دیوان عالی آمریکا، نمیدونم میشه با 4 تا اعلامیه آقای روحانی یا آقای احمدی نژاد تغییرش داد یا نه. بفرمایید، خواهش میکنم. عرض کنم که اجازه بدید من سابقه امر رو بگم، چون میدونید خب جمهوری اسلامی از روزی که اومده حالا در ایران چه کرده که دیگه اینجا جای گفتنش زیاد نیست، چون میدونیم همه در منطقه هم و در سراسر جهان تروریسم رو خیلی اشاعه داده و اولین دولت حامی تروریست در جهان بوده توی این سالها، از طرف محافل بین‌المللی مجامع شناخته شده. در سال در دهه اول انقلاب اینها وقتی حزب الله لبنان رو تشکیل دادن، چند کلی عملیات کردن، عملیات تروریستی کردن
من جمله در سال 83 که تازه حزب الله را افتاده بود، اینها در یک روز، در فکر کنم 23 اکتبر 1983، در اون موقع جنگ های داخلی بود در لبنان و نیروهای فرانسوی، آمریکایی و حتی نیروهای کلاه آبی سازمان ملل برای حفاظت از صلح و جدا کردن این درگیری ها در لبنان مستقر شده بودند. حزب الله لبنان در اولین سال فعالیتش و مهمترین عملیات تروریستیش، خیلی عملیات تروریستی که مهمترینش همین بود که 23 اکتبر در یک روز دو کامیون انفجاری رو، یکی رو به مرکز تفنگداران آمریکایی فرستاد که 240 خورده این نفر رو کشت، صدها نفر رو زخمی کرد، و دیگری به مقر سربازان فرانسوی رفت که اونم فکر کنم 60 یا 70 نفر کشته شدند. در نتیجه باعث شد که این نیروها آمریکا و فرانسه کلا از لبنان بیرون کشیدن و دست جمهوری اسلامی برای فعالیت حزب الله در اونجا باز شد. حالا از اون به بعدم کلی فعالیت تروریستی کرده، کلی در اون سالها گروگان میگرفت، به ازای گروگان جمهوری اسلامی باج میگرفت. داستان ایران گیت رو حتما ما شنیدیم که در مقابل آزادی گروگان‌های لبنان از آمریکا اسلحه میگرفت جمهوری اسلامی، از فرانسه هم کلی امتیاز گرفت. قربانیان این تروریسم جمهوری اسلامی، اونها که آمریکایی بودن، اینا سالیان سال تلاش میکردن تا مجازات کنن جمهوری اسلامی رو، به گفته خودشون عدالت برقرار بشه و غرامت بگیرن به خاطر کشته ها، زخمی ها، صدها زخمی. اینها خب موفق نمیشدن تا اینکه در سال 2003، یعنی 13 سال پیش، دادگاه فدرال واشنگتن با شکایت همین خانواده ها، با بررسی نظر کارشناسان، اسناد دولت آمریکا، تشخیص داد و حکم داد که جمهوری اسلامی به دلیل حمایت لوجستیک و مالی و همه جور از حزب الله و نقش مستقیم در این بمبگذاری ها مسئوله و باید غرامت بده. این یه پیروزی برای قربانیان بود. در سال 2007 فکر میکنم، 4 سال بعد اگه اشتباه نکنم، در سال 2007 دوباره همون دادگاه فدرال میزان غرامت رو به بیش از 1000 نفر از قربانیان به 2,650,000,000 دلار یا 2,650,000,000 دلار تعیین کرد. حالا پول این قربانیان بعد از این حکم به دنبال پیدا کردن پولای جمهوری اسلامی بودن. در سال 2008، یعنی یک سال بعد، مشخص شد که جمهوری اسلامی از طریق یه بانک فکر کنم لوکزامبورگی اینها نزدیک 2,000,000,000 دلار اوراق قرضه آمریکا رو خریده بودن که در سیتی بانک نیویورک نگهداری میشد. اینا بلافاصله اقدام کردن، این قربانیانی که حکم گرفته بودن دادگاه، این پول‌ها بلوکه شد تا تکلیفش معلوم بشه. اما کلن در آمریکا قانون این بود که هیچ شهروندی نمیتونه علیه دولت دیگری شکایت بکنه، این قانونیه. و در سال 2012 کنگره اومد یه قانونی گذرون و استثناء وارد شد، گفت کسانی که قربانی تروریسم جمهوری اسلامی و کشورهای تروریستی شناخته شده تروریستی هستن میتونن ادعای غرامت و خسارت بکنن. به همین دلیل اینها به سایه یه پیروزی جدید برای این قربانیان بود. بانک مرکزی که صاحب این اوراق بود وکیل گرفت در اینجا، سالیان سال بود تلاش میکرد که این پولها را آزاد بکنه، وکیل گرفت و کار به دادگاه تجدید نظر، به دادگاه دیوان عالی کشید سرانجام، که 20 آوریل، یعنی 7-8 روز پیش، حکمی که دادگاه فدرال داد در حقیقت گفت که اون قانون کنگره با قوانین آمریکا متضاد نیست و قربانیان باید 2,000,000,000 دلار رو بگیرن. این یک پیروزی بزرگ بوده. حالا چرا مهمه این؟ اگه جمهوری اسلامی بهش بگن آقا این 2,000,000,000 رو بده تموم شد قضیه، از خداشه، واقعا خیلی هم خوشحال خواهد شد. ولی داستان فقط این نیست. ببینید وقتی که دیوان عالی یه حکمی میده به این صورت، این مبنا قرار میگیره. از این به بعد تمام قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی میتونن شکایت کنن، هر جا پول گیر بیارن
میتونن بردارن. قربانیان ترور جمهوری اسلامی هم که کم نیستن، یه قلم فقط طبق اسناد پنتاگون و مدارک، یعنی ادعای رسمی پنتاگون که مشخص شده، فکر کنم 600 یا 650 نفر سرباز آمریکایی بین سال 2003 تا 2011 با بمب‌های کنار جاده‌ای ساخت جمهوری اسلامی که تحویل داده شده توسط سپاه پاسداران به گروه‌های عراقی کشته شدن و هزاران نفر زخمی. اینو اضافه کنید، یعنی من فکر کنم دری باز شده که ده‌ها میلیارد میتونه جمهوری اسلامی بگیرن. پیام سیاسیش هم اینه که ببینید، شما وقتی یک کشوری رو، یک رژیمی رو همه جا دنبال پولش میتونید بگردید، این رژیم رادیواکتیوه، یعنی قابل معاشرت نیست. رژیمی که به عنوان تروریسته همه جا دنبال پولش بگردن که پولش رو ضرب بکنن، خب آخه کدوم سرمایه گذاری میره در ایران سرمایه گذاری بکنه؟ امروز دیدم که نوشته بود بانک جهانی هم از ورود به ایران تفره میره و امتناع ببخشید امتناع میکنه. خب نتیجه سیاسی این حکم هم اینه. اینو خواستم خلاصه هم یه تاریخچه بگم و هم اینه. و در ضمن یادمون نره که این قربانیان هم مال اون 1983 هستن، هم انفجاری که در 1996 در خبار عربستان توسط همون حزب الله انجام شد که فکر میکنم 19 نفر هم در اونجا از آمریکایی ها کشته شدن، قربانیان اون هم جزوشون هستن. خب حتما خبر دارید که وقتی که این رأی دیوان عالی آمریکا اعلام شد، اکثر عمل هایی که در ایران به وجود آمد بسیار جالب بود. از جمله آقای روحانی رئیس جمهور اسلامی فرمودن که این گفتن توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی های ایران دزدی آشکار، راهزنی بین المللی و رسوایی بزرگی است. و آمدن گفتن و گفته که سهل‌انگاری دولت گذشته در این زمینه باعث شده که این موضوع پیش بیاد. یعنی دارن سر احمدی نژاد خراب میکنن یک نوعی. ولی واقعا آقای دایی عزیز، در مدتی که این دادگاه برگزار بوده اصلا جمهوری اسلامی نمیتونسته یک وکیلی بگیره، یک کاری بکنه، دفاعی بکنه، بیاد بگه که مثلا ما نبودیم یا مسائل دیگه. ببینید نخیر، اون رو که نمیتونسته به اصطلاح بگه، یعنی اون قسمت اولش که مجرم شناخته شده که غیر قابل انکاره. از موقعی که به اصطلاح بانک مرکزی تلاش میکرد که پول، یعنی وکیل داشت، یه طرف دادگاه بود که پول رو از بلوکه شدن آزاد بکنه، ولی در مورد اون دادگاه که جمهوری اسلامی رو مقصر شناختن که کاری نمیتونه بکنه. من فقط اینجا اضافه کنم که در سال 83 که اون بمب گذاری ها انجام شد، چون ببینید برای طرف های خارجی و دولت ها و دادگاه ها که دیگه تردیدی نیست که که حزب الله لبنان ابزار دست جمهوری اسلامی، بدون اجازه جمهوری اسلامی کاری نمیکنه. در سال 83 که حزب الله تازه تشکیل شده بود، حسین دهقان، پاسدار حسین دهقان که الان وزیر دفاع روحانیه، اون موقع رهبر، یعنی فرمانده سپاه در لبنان بود و عملیات حزب الله رو او هدایت میکرد، یعنی مسئول اصلی بمب‌گذاری او بوده. درست عماد مغنی مسئول اجرایی بوده، ولی فرمانده کل حسین دهقان بوده. در سال 1370 خودمون یا 1991 محسن رفیق دوست که وزیر سپاه پاسداران بود، وزارتخونه بود که بعدا منحل شد، وزیر سپاه پاسداران بود و پاسداران بود خودش، در یه سخنرانی که روزنامه رسالت هم چاپ کرد با افتخار گفت که اون بمب‌گذاری، این جملهش تقریبا اینه که اون TNT و اون ایدئولوژی که 400 نفر تفنگدار آمریکایی رو به جهنم فرستاد در بیروت، همش از ایران اومده بود. با افتخار این رو اعلام کرد. خب اینو شما برید دادگاه هر چی میخواید بگید بگید. وقتی که وزیر سپاه اینو میگه، وقتی حسین دهقان در اونجا همه کاره بوده، وقتی خود مسئولین حزب الله میگن ما بدون اجازه ولی فقیه آب هم نمیخوریم، خب دیگه وقتی کاری که حزب الله کرده به گردن کی باید بنویسن؟ چی کسیه؟ برای چی بانک صادرات الان تحریمه؟ یکی از دلایل اصلیش که سالیان ساله بانک صادرات تحریم خزانه داریه،
به خاطر پولایی که برای حزب الله صادر شده، یعنی انتقال پیدا میکنه از طریق بانک صادرات. شما وقتی سالی بین 100 تا 200 میلیون دلار ثابت، حالا سوای چیزهای دیگه، به حزب الله میدید، خب مسئولیت هم دارید دیگه. و چی نکته جالب اینه که آقای کاردان عزیز، این شگرد جمهوری اسلامی خیلی مضحک هم هست. مثل این داستان همین هولوکاست، یادم موقعی که احمدی نژاد انکار هولوکاست میکرد و کنفرانس میذاشت و حرفای یهود ستیزانه میزد در ایران، یه عده‌ای که حتی اسم خودشون ملی گذاشتن تو ایران و خیلی های دیگه، بهش حمله میکردن چرا این حرفا رو میزدی؟ نمیگفتن که این حرفایی که میزنی بده، زشته، ضد انسانیه. نه، میگفتن اینا هزینه داره، اینا به اصطلاح وجهه ما رو مثلا خراب بکنه که تحریم کنن. نمیگفتن این حرفا زشته. الان هم نمیان بگن که، نمیتونن هم بگن که آقا اون بمب گذاری شما بالاخره آدم ها رو کشتی، شما جنایت کردی دیگه، ترور کردی. حالا اون چرا احمدی نژاد رفته 2 میلیارد دلار اوراق قرضه خریده مثلا، یا میندازن گردن هم؟ اصل قضیه رو صحبتشو نمی کنن که آقا جنایت کردی 30 چند ساله، یه بارم مکافاتشو بچش. تقصیر دولت گذشته است. آقای احمدی نژاد هم اعلامیه دادن که این کار، یعنی این رأی دیوان عالی آمریکا، به خاطر ضعف دولت حسن روحانیه که بلد نیست چه کار بکنه. و ایشون گفته در زمان من هیچ کسی و هیچ دولتی اجازه نداشت، یعنی جرأت نمی کرد که به اموال ایران دست درازی بکنه، یعنی ازش می ترسیدن، از آقای احمدی نژاد که این کارو بکنه. بله بله، می ترسیدن که این همه تحریم کردن، اینا حتی کشتی مقاطن نفت بفروشن مثل جنس قاچاق، بعد دوروبر دنیا میرفتن میدادن به بابک زنجانی قاچاقچیان. هیچی جرأت نداشت لابد رئیس جمهوری اسلامی حرفی بزنه که آخر سر ولی فقیه دستشو بالا آورد و تسلیم شد، برنامه هستیشو تعطیل کرد. خب این آقای ولی فقیه هم خیلی از این موضوع برجام یک جوری داره باش بازی میکنه، تا اونجایی که من احساس کردم. یعنی خودش موقعی که این موضوع برجام در مجلس شورای اسلامی مطرح بود، دستور داد که در عرض 20 دقیقه کارو تموم کنید. خب ولی حالا هر موقعی که فرصتی میکنه یک نقی میزنه و همیشه رو سر آمریکا پیاده میکنه. خب ببینید، این چند وجه داره، یعنی چند هدف داره این حرفایی که خامنه‌ای میزنه. اولا نکته مهمش اینه که این رو باید بپذیریم، این اصل قرار بدیم برای درک صحبت‌های خامنه‌ای. و این اول ببینیم که چاره‌ای نداشته حکومتی کوتاه بیاد. اگه خامنه‌ای هم موافق نبود خب نمی‌ذاشت، مثل خیلی کارهای دیگه که نمی‌ذاره، خب اینم نمی‌ذاشت. مسئله به این مهمی که احمد نژاد هم گفته 100 میلیارد چقدر مثلا هزینه بوده، 100 میلیارد براش خرج کردن، نمیگن. خب چرا ولی فقیه کوتاه اومد؟ چرا هی میگو من با مذاکره به مذاکره بدبینم، آمریکایی‌ها بدقولن؟ خب پس چرا رفتی تا چرا اجازه دادی به گفته خود شما، چرا اینقدر عجله داشتی که مجلس تمومش کنه؟ به خاطر اینکه تحریما اقتصاد ورشکسته شما رو ورشکسته تر کرده بود، از شورش مردم میترسید، دستا رو بردیم بالا. اون راه گذشتی که دیگه قابل دوام نیست. بنابراین حالا اینها یا خودشون رو به کوچه علی چپ میزنن، یا انگلیسی بلد نیستن بخونن، یا مردم ساده لوح تصور میکنن. چون موقعی که اینا برجام رو امضا کردن، هر کسی میدونست که با در برجام نوشته تحریم های تسلیحاتی، تحریم های هسته‌ای اروپا لغو میشه، تحریم های هسته‌ای آمریکا تعلیق میشه. این خیلی تفاوت داره، ولی تحریم های حقوق بشر و تروریستی کم هم نیستن، اینا برجام میمونه. همه میدونستن که همین تحریم هایی که میمونه یه مانع جدی برای داد و ستد با جمهوری اسلامیه. حالا در عمل که وارد شدن اینها، میبینن چقدر مشکله که بانک ها حتی پولای نزدیک 100 میلیارد پول اینا رو نمیتونن بفرستن، چون به دلاره. وقتی به دلاره، یعنی سیستم بانکی آمریکاست. سیستم بانکی آمریکا هم
اجازه نمیده جمهوری اسلامی ازش استفاده بکنه به خاطر تحریم‌های تروریست، پولشویی و هسته‌ای. خب اینا رو که میدونستن اینا، که حالا چرا خامنه‌ای میاد این ناله ها رو میکنه؟ برای اینکه اینا شکست خوردن. این حرف که تو مشهد زد، گفتش که ما رفتیم و پای سازش هسته‌ای و کوتاه اومدیم و ولی طرف مقابل به عهد خودش وفا نکرده و این برای ما، یعنی قطع کردن برنامه هسته‌ای و این سازش، یک خسران بزرگه، یک ضرر عظیمه. درست؟ اینو میگه ضرر عظیمه چون واقعا در عمل معلومه مردم انتظار داشتن که تحولی بشه، نشده. خامنه این حرفایی که میزنه میندازه گردن آمریکا به دو دلیل میگه. یکی میخواد ارود شونه خودش خالی بکنه، بگه من نبودم. در حالی که همه کار تو بودی. به گفته خود ظریف میگه همه چی رو ما ریزکاریاشو با خود خامنه ای بررسی میکردیم. خودش میگفت تو مشهد، گفت ظریف میومد یه جاهایی به من میگفت که آقا اینجا رو دیگه من نتونستم، کوتاه اومدم. بنابراین همه رو در جریان بوده. ولی میندازه گردن آمریکا، یکی اینکه میخواد به اصطلاح مسئولیت رو از رو دوش خودش برداره، بگه اگه به اینجا رسیدیم و آمریکا سرمون رو مثلا کلا گشته، تقصیر من نیست، تقصیر روحانی و ظریفه. یک، ولی مهمتر از همه با این حرف ها و نمایش ها میخواد به آمریکا فشار بیاره. حرفشون اینه، تمام لابی ها، خامنه ای، خود ظریف، که آقا شما وفا به عهدتون نمی کنید، اگه وفا به عهدتون نکنید ما قرارداد به هم میزنیم. فکر کنم مثلا کسی میترسه، اصلا جمهوری اسلامی نمیتونه دیگه، چیکار میخوام بکنید؟ بتون ریختین توی عراق، سانتریفیوژا هم جنگ کردین، همه رو پلمب کردین، بخواد برگردید که پدرتون در میاد که. همین الان شما برای یه مقدار بشکه نفت دارید التماس میکنید برای فروش نفت. بنابراین این حرفا برای بازی با افکار عمومی در داخل که گناه رو به گردن جنرال رقیب انداختن و باشخواهی از آمریکاست، ولی اثری نداره. آقای اوباما هم در صحبتاش خیلی، با اینکه آقای اوباما اینقدر با اینا دوست بوده و خوب بوده، در مسابقه مطبوعاتی که به دو سه هفته پیش به مناسبت کنفرانس اتمی بین‌المللی در واشنگتن بود، گفت جمهوری اسلامی خودش میدونه از اول که سیستم مالی ما به روی اینها بسته بود و بسته هم خواهد ماند. بنابراین این که همینه گردن ما تقصیر رو، این اشتباه. دومی که اگه جمهوری اسلامی خیلی ناراحته که چرا خیلی ها باش بیزینس نمی کنن، بانک ها، نمیدونم سرمایه گذارا، باید رفتارش رو عوض کنه. وقتی که هم موشک هوا میکنی روش می‌نویسی مرگ بر اسرائیل، وقتی که در منطقه خیلی کارا رو میکنی، از سفارت عربستان میری بالا آتیشش میزنی، خب سرمایه‌گذاری خارجی میگه نه، یک کشور آشوبزان بحران درست کنن، من چرا برم اونجا؟ این حرفی که آقای اوباما زد. اتفاقا خود وزیر خارجه، وزارت خارجه، در بیانیه که مناسبت برجام داد هفته گذشته خیلی سر صدا که همین گفت بود ما که نمیتونیم به زور بگیم سرمایه‌گذاران خارجی بیان ایران، وقتی ببینن شرایط ناامنه، یعنی حرفش ناامنه، خب نمیان. بنابراین این حرفا خامنه‌ای میدونه، اینا رو برای باج‌خواهی میگه ولی اثری نداره. اینا ناشی از ضعف خامنه‌ایه. ممنونم از لطفتون. ما باید بریم که پیام‌های تبلیغاتی رو با هم نگاه بکنیم، برگردیم من آشنا بشم با این آب سنگین که الان دارن میفروشنش و روس ها میخوان بخرن، آمریکایی ها میخوان بخرن. اگر فرصتی بود تلفن ها رو هم باز میکنیم. ممنونم آقای دایی عزیز، با ما باشین. برنامه اندیشه با دوستان رو تماشا میکنیم، با ما باشین. گاه دیدار، برنامه ای از احمد رضا بهارلو، جمعه ها 6:30 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا. اگر کار می کنید و شاغل هستید، پس چرا با پرداخت اجاره خانه پول خود را دور می ریزید؟ شما می توانید با پرداخت مبلغی بسیار کمتر از اجاره صاحب خانه خود شوید و مالک 100% ارزش افزوده سالیانه خانه خود باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر با ما
در کلر ویلیامز ریلتی تماس بگیرید. 1-800-992-823-15 1-800-992-823-15. اگر کار میکنید، پس چرا با پرداخت اجاره خانه پول خود را دور میریزید؟ دکتر رادنی مصریانی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال در زمینه‌های تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. شماره تماس 866-570-70. آیا می دانید قوانین فدرال در مورد آوردن پول از ایران مرتباً در حال تغییر هستند؟ در دفتر حقوقی یزدانیار تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می باشد. قبل از هر گونه مبادلات مالی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 و یا 415-656-5178. با کمال تأسف و تعلم، در گذشت بانو دیانا سلطانی را به اطلاع عموم می رساند. مراسم یاد بود آن زنده یاد یک شنبه اول ماه می 5-7 بعد از ظهر در 1810 فنکستن رود نوتبوک الینای 662 شهر شیکاگو برگزار می گردد. جمشید، حمید، نسرین، سیمین و میبل سلطانی و خانواده های وابسته. در گذشت زنده یاد دیانا سلطانی را به خانواده سلطانی، به ویژه به دوستان عزیزمان حمید و میبل سلطانی، صمیمانه تسلیت می‌گوییم. پوری و پرویز کاردان. سلام، روز جهانی کارگر همین یک شنبه و به همین مناسبت مجموع برنامه‌های هفته آینده رسانه افق ایران متمرکز بر موضوع کار و کارگران خواهد بود. از یک شنبه تا چهارشنبه هر شب ساعت 8:30 شب به وقت سرزمین سرافراز مادریمون ایران ما رو همراهی کنید، خصوصا روز یک شنبه که شاهزاده رضا پهلوی مهمان این استودیو خواهند بود و با ما روی همین موضوع متمرکز به گفتگو خواهند نشست. الان چرا باید مثلا من سال 12 ماه خدا کار بکنم، دیشب بچم برای 2000 تومان گریه کنه که من بزنم در گوشش؟ گناه ما چیه؟ یعنی به خدا روز بوده، خودشون هم میدونن، ها شب اینجا خوابیدم، از دست پول نداشتن خونه نرفتم. تو رو خدا آقای مزدوران، آقای وزیر ورزش، آقای رئیس جمهور، تو رو خدا یا هممون رو اعدام کنید اینجا بندازید بیرون، یا یه فکری اساسی به حال ما بکنید. دولت تصویر و امید، کجا دید؟ کجا امید؟ دولت تصویر و امید، کجا
دولت تدبیر و امید کو تدبیر کو امید سوریه را رها کن فکری به حال ما سوریه را رها کن فکری به حال ما صحبتامون رو با آقای حسن دایی ادامه میدیم و بعدش هم خواهش بکنم که تلفن ها رو بگذارن، گرچه همین الان هم چند نفر روی خط هستند، با بینندگان اونم صحبت میکنیم. آقای دایی عزیز، یه خبری رو همین چند دقیقه پیش خوندم که گروه نایاک گفتن که حکم دیوان عالی موجب افزایش تنش میان ایران و آمریکا میشه. نگرانن این گروه نایاک برای که تنش ایجاد بشه. این گروه نایاک چی میگن آقای دایی عزیز؟ من نمیدونم چرا اینا یه بار نشد که اعلامیه بدن رفتار جمهوری اسلامی و جنایاتش رو رسما محکوم کنن، بگن باعث آشوب و بدی روابط و اینها ایناست. اینکه دادگاه حکم داده که 1000 نفر قربانی ها، یکیشون رو نشون میداد خیلی محسن شده. از زمان انفجار، یعنی از سال 1983 تا حالا، یعنی 33 ساله تمام بدنش میلرزه برای اینکه مغزش آسیب دیده. 241 نفر فقط در بیروت کشته شدن. اینا حق ندارن. در آمریکا شما میرید مکدونالد قهوه میخورید، یکم داغ لبتون میسوزه، میرید شکایت میکنید. همین خود آقای تیتا پارسی اگه بره یه جا غذا بخوره یه شب حالش بد بشه، میره شکایت میکنه، خسارت بگیره. چطور میشه اینا حق ندارن؟ چرا اینها رو محکوم نمیکنه؟ چرا همیشه عامل بدی روابط جاهایی که به حق مچ جمهوری اسلامی رو میگیرن؟ همش هم این طرف در ایران، یادتون هست حتما اینو میدونید دیگه، حالا در این قدیما میرفتن روزخونی، این پسرای جوان میشستن دقیقا این چادری که قسمت زنان بود قش میکردن، یه دفعه موقعی که روزخونی سینه میزدن مثلا حالشون خیلی بد میشد، همیشه هم قش میکردن، خودشون رو پرتاب میکردن طرف قدمت زنانه. من نمیدونم این نایاک و اینا که اینقدر نگران روابطن، چرا همیشه قش میکنن به طرف جمهوری اسلامی؟ همیشه وکیل مدافعن، هر جا اتفاقی میفته اینا میپرن وسط. هر جنایتی هر جای دنیا جمهوری اسلامی بکنه اینا وکیل مدافعن. من یادم چند سال پیش یه سری کارهای تروریستی جمهوری اسلامی در تایلند و هند و بلغارستان و اینا طریق حزب الله و آدمای خودش که تو تایلند موقع بمبگذاری، قبل از بمبگذاری یکی از آدمای خودشون تو خونه منفجر شد، پاش قطع شد، دستگیرش کردن، یکی دیگه‌شون تو فرودگاه گرفتن. اینا اعلامیه دادن که نه، اینا روابط خراب میکنه، اینا معلوم نیست کی بوده، عناصر خودسر سپاه بودن. آخه تا کی؟ یعنی چی؟ دادگاه حق نداره؟ ما اصلا باید رسم بشه اگه یه گروه ایرانی واقعی باشه بگه چه خوب، چه خوب که این قربانیان میخوان حقشون رو بگیرن. ده ها هزار قربانی دیگه هم هستن که اینا هم باید حقشون رو بگیرن. اگر جمهوری اسلامی مجازات میشد، مجبور به پرداخت کیفر میشد، رفتارش اینجور نمیکرد گستاخ بشه بره در سوریه. همین الان تمام امروز صبح تا حالا دارن خبرگزاری ها نشون میدن در بمب‌هایی که هواپیماهای بشار اسد در حلب انداختن توی بیمارستان، بعد ببینید جنازه ها وحشتناک، بیمارستان رو نابود کردن، دکترها رو هم کشتن. خب اگر جمهوری اسلامی همون موقع که سال 1983 این جنایت رو کرد مجازاتش کرده بودن، به جای اینکه آقای ریگان فرار کنه از لبنان، گریبان جمهوری اسلامی رو گرفته بودن، کارش به اینجا نمی‌رسید که صد هزار در سوریه بکشه. اگر همون روز اولی که در ایران جنایت کرد، آدم کش رو پشت بون تیر بارون کرد و شروع کرد، جلوشو گرفته بودن، نمیرفت قتل عام بکنه زندانیان سیاسی رو. اگه یه گروه واقعی طرفدار ایرانیان بود نایاک، بعد میگفت ای چه خوب
که این یک بابی باز شد، یه دری باز شد که واقعا عدالت اجرا بشه برای همه. عدالت مگه کم چیزیه؟ ممنونم ازتون. اجازه بدید چون خطامون اشغاله با چند خط صحبت بکنیم. فقط خواهش میکنم که کوتاه صحبت کنن دوستان که بتونیم با تعداد بیشتری از هموطنانمون صحبت بکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام جناب شما و جناب آقای ابراهیمی مهمان گرامی. بفرمایید. خدمت شما هستم. یکی دو تا سوال کوچولو من دارم. یکی این 7000 نفر پلیس مخفی که جمهوری اسلامی میذاره، خب 37 سال بسیج و سپاه و اینا فقط مسئلهش روزداریه، حل نشده. الان مشکل مردم ایران مگر هم اختلاسگران نیستن؟ الان یه صحبت 2 میلیارده، یک نفر به تنهایی 4 میلیارد برده. چرا اینا رو نمیان بفرستن دومسه اینا اختلاسگران؟ چرا یه گروه تجسس نمیاد اگه یک کدومشون کارشون درسته در این رابطه بکنه؟ چرا خود رهبر که 95 میلیارد دلار داراییشه دنبال اون نمیره؟ تو یک اله بازاری کوچیک داشتم دیروز پریروز، بود شما برنامه داشتید در رابطه با کشتار ارامنه که خیلی هم مورد تاییده، ولی ما خودمون تو تاریخمون داشتیم جنگ جهانی اول اگه اشتباه نکنم وقتی انگلیس ها ایران رو اشغال میکنن تمام غلات گندم اینا رو همه رو به نفع خودشون ضبط میکنن و مردم گرسنه بودن. خودشون توی یک خاطراتشون نوشتن که دسته دسته ایرانی ها روی جاده ها دست نگه میداشتن که ما یه لقمه نون بدیم، میافتادن و میمردن. هنوزم تو فرهنگ ما اگر شما یادتون باشه یک لقمه نون اگر رو زمین بیفته برش میدارن مقدسه، چون جان چند نفر رو نجات میداده. روایتی هست که 40% مردم ایران اون موقع از بین رفتن. خواستم ببینم در این مورد آقای دایی میتونن اطلاعی بدن. ممنونم ازتون. مرسی قربون. خواهش میکنم. تشکر از لطفتون. مرسی. اولا بسیار متاسفم. من در برنامه دوشنبه خودم گفتم وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم آقای دایی عزیز بسیاری از صفحاتش خونینه، یعنی این چیز تازه نیست. در بسیاری از نقاط جهان بسیاری از این دیکتاتورها دست به جنایات بسیار داره. اگر مطلبی در این باره داریم بفرمایید، مگر من خط دیگه بگیرم. نه خیر، نه مطلب خاصی در مورد مسئله اون سال دومیشون نه، من اطلاع دقیق ندارم. یه لحظه گوشی خدمتتون، یه لحظه گوشی خدمتتون. میفرمایید آقای دایی. نه من در مورد سال دوم هموطنم اطلاع زیادی ندارم. بخیر. اوکی بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. بله می‌خواستم ببینم که نظر آقای دایی در مورد یک 2 میلیاردی بود که مال پسر خامنه‌ای مشتبه، یادم نیست که دولت انگلیس اون پولو ضبط کرده بود 3-4 سال قبل، یا اینکه در آمریکا توسط دولت آمریکا ضبط شده بود. تکلیف این پول روشن نشده و صحبتی هم ازش نیست. اوکی بفرمایید. بزنین اجازه بدیم ببینم آقای دایی مطلع هست. من نشینم نخه. من نخه. میگم که این روزا خبرها همه میلیاردیه، مثلا میلیونی ها این حرفا نیست. بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. میخواستم یه آقای محسن سازگارای صحبتی کردن، گفتن که من هیچ اسمی واسه آقای ترامپ جز شالاتان نمیتونم بذارم. میخواستم به آقای محسن سازگارا بگم کی به کی میگه ببو. مرسی. خواهش میکنم. مرسی. تشکر از لطفت. امیدوارم راجع به برنامه ما فقط صحبت کنید. بفرمید. خواهش میکنم. جناب کاردان سلام عرض میکنم. جناب آقای دایی به همچنین یه سوال داشتم. سوال اول اینه که برای آقای داییه. بفرم. به نظر شما آقای دایی فکر نمی‌کنید ایرانیایی که تبعید شدن از ایران و اومدن خارج از ایران، اگر یک مؤسسه تشکیل بدیم و امضا کننده و ممبرای داشته باشیم بتونن اقدام رسمی بکنن؟ چون این جریان ایران که الان اتفاق افتاده این راه رو باز کرده و این فقط مال تفنگدارای امریکایی تنها نمیتونه باشه، یعنی یه چیزی استبلیش شده و این در آینده تعداد زیادی از کشورهای مختلف حتی از امریکا دوباره این کارو میکنن. به نظر شما امکان داره که حداقل ما اینو با آقای تیتا فارسی بفهمونیم که آقا نه، شما نیستید نماینده ایرانیا و اونی که ایشون میره میگه به هر جا میره میگه زیاد مورد توجه ایرانیان نیست. خیلی متشکرم. از تلویزیون گوش میدم اگه جوابی داشته باشم. مرسی.
اجازه بین آقای دایی من یه توضیحی بدم برای اینکه صدای خاصی میاد در استودیو به خاطر اینه که در این ساختمانی که ما هستیم با وجود اینکه من چندین بار به کسانی که در پشتبان ما در یک یونیت دیگه ای دارن کار میکنن و اسپانیش بودن و کار میکردن رفتم خدمتشون و خواهش کردم که صدا را قطع بکنن، متاسفانه این کارگرانی هستن که در یک مدت معینی باید یک کاری انجام بدن و اگر صدایی شنیده میشه و احتمالاً خدایی نکرده کسی رو ناراحت میکنه عذر میخوام و امیدوارم که بتونیم این مشکل رو با کاری که روی سقف میکنیم یه موقعی برطرف بکنیم. آقای دایی بفرمایید عزیزم. عرض کنم که ببینید خب خیلی ها بودن دنبال این بودن که واقعا جمهوری اسلامی مجازات بشه، لااقل قربانیان جمهوری اسلامی، هزاران قربانی ایرانی، حالا قربانیان غیر ایرانی که به خود در آمریکا الان میتونن حق حقوقشون رو بگیرن، ولی ایرانی ها این همه ده ها هزار نفر رو در دهه 60 و بعدش کشتن، ترورهای خارج کشور، نمیدونم قتل‌های زنجیره‌ای و و و شکنجه ها، آوارگی ها. خب خیلی ها دنبال این بودن که از طریق دادگاه بین المللی لاهه و اینها دادگاه بین المللی دنبال کنن. اون نمیشه برای اینکه باید شاکی یا شورای امنیت سازمان ملل باشه و کسی نمیتونه یه دولتی بره شخص شکایت بکنه، باید حتما شورای امنیت باشه، چند تا کشور پشت پشت که عملی نیست. حالا واقعش اینه که باید حتما این بحث به خصوص در طرف هموطنان حقوقدان این مورد بحث قرار بگیره. مسئله خیلی مهمه که آیا با این حکم دیوان عالی کلی ما تو همه آمریکا شهروندان آمریکایی داریم، ایرانیایی که آمریکایی شدن اینها و ایرانی هایی که آمریکایی بودن سالیان سال در ایران دستگیر شدن، خانوادهشون در ایران دستگیر و اعدام شده، آیا اینها میتونن شکایت بکنن؟ این اگه باز بشه، راه مجازات جمهوری اسلامی باز بشه، خیلی مسائل حله. مسئله پول نیست، مسئله انتقامجویی نیست، مسئله عدالته. مسئله دومش هم اینه که واقعش اینه که اگر همیشه قانونش اینه مجازات باشه برای یه جانی، از جنایت بعدیش جلوگیری میکنه و امیدوارم این بحث رو حتما، مطمئنم آقای کاردانم توجه یعنی خیلی همکاران حقوقدانی دارید که بتونن به این سوال جواب بدن که آیا این یک دری رو باز میکنه به این سمت یا نه. ممنونم ازتون. اجازه فهمید به چند خط دیگه جواب بدیم بعد یک مطلبی راجع به این آب سنگین دارم من که هنوز سنگینیش رو حس نکردم. بفرمید، خواهش میکنم. سلام عرض میکنم. بفرمید. سلام، حالتون خوبه؟ حالم خوبه، بفرمید. سوال کوچیکی داشتم این هستش که آیا راهی هست که بهش بتونه دولت جمهوری اسلامی انجام بده که نتونن این پول رو بردارن؟ یعنی همطور این را از نظر اطلاع خودم میپرسم که آیا میشه در مقابل این رأی دیوان عالی کشور کار دیگه انجام داد، مثلا دوباره تقاضای فرجام کرد و شاید بتونیم این رأی رو عوض بکنن؟ ممنونم ازتون. اجازه بدید آقای دایی بفرمایید. بله، من یادمه که سالها پیش مسابقه فوتبال میدیدم در فرانسه، مارادونا فکر کنم بازی میکرد توی یکی از تیم‌های اروپایی، دریبل کرد نزدیک دروازه‌بان که رسید دو نفر بودن اون گزارشگرها، گفت الان دروازه‌بان چی کار میتونه بکنه؟ گفت فقط دعا، کار دیگه ای نمیتونه بکنه. جمهوری اسلامی هم الان تنها کاری که میتونه این بکنه یه معجزه بشه براش، به خاطر اینکه دادگاه اولیه حکم داده بود، دادگاه تجدید نظر هم حکم داده بود، کنگره هم قانون تصویب کرده، دیوان عالی یعنی دیگه بالاتر از اون تو آمریکا هیچ نیست، هر چی بگه حکم قانونه، هیچ راه دیگه نداره. گفته باید 2 میلیارد دلار پول رو بدن. حالا من نمیدونم جمهوری اسلامی، من فکر کنم تلاشی که جمهوری اسلامی میکنه، حرفی که میزنه نه برای این 2 میلیون دلاره، میخواد سر صدا کنه، تهدید کنه و نمیدونم این حرفا که بعدها باعث نشه که دیگران اونا مطمئن باشه تو صفن. الان کلی از قربانیان 11 سپتامبر میگن جمهوری اسلامی هم دخالت داشته، کمک کرده، مثل القاعده یا از ایران رد شدن، حزب الله دیدار داشته و و و اونا هم پول میخوان. صحبت از اون دیگه صحبت 70 میلیارد دلاره. بنابراین این دعوایی که جمهوری اسلامی میکنه نه برای پس گرفتن این 2 میلیارده،
برای بعدی هاست فکر میکنم. به اعتقاد من هیچ کار دیگه نمیتونه بکنه. خب بذارم موقعیت استفاده بکنم تا قبل از اینکه بریم به اواخر برنامه و با دوستانمون روی خط صحبت بکنیم، این موضوع آب سنگینه که داره ایران میفروشه و قرار به آمریکا بفروشه، بس که به روسیه هم داره میفروشه. و الان در خبرهای امروز آمده بود که جمهوری خواهان در مجلس به شدت با خریدن آب سنگین مخالفت کردن و جلوش گرفتن. موضوع آب سنگین چیه؟ بله، حالا من خیلی ساده اگه بخوام توضیح بدم اینه که اگه کسی بخواد بمب بسازه، که جمهوری اسلامی هم میخواسته، برای همین هم فشار آوردن برنامه هستش رو تعطیل کنه، از دو مسیر هست. یکی یعنی سوخت بمب، بمب اتمی. شما یه سوخت بمب دارید، یکی خودش انفجارش چاشنیش دارین، یکی هم حمل کننده شده سر هر موشک و اینا. مهم هم سوختشه. سوختش دو مسیره. اورانیوم هم معدن در میارید، میبرید تبدیلش میکنید به گاز اگزافلوراید، نمیدونم چی 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 اینا رو، بعد میارید تو سانتریفیوژ غنیش میکنید. یعنی مثلا اون U-335 این رو در میارید، اورانیوم خالص اگه 5% باشه مصرف صنعتی داره، اگه 90% باشه مصرف بمب. یعنی از اورانیوم غنی شده از معدن میارید غنیش میکنید، میشه چی؟ از طریق سانتریفیوژ میشه سوخت بمب. یه راه دوم هم داره که اینم جمهوری اسلامی رفته، پلوتونیومه. چی؟ میاد راکتور آب سنگین درست میکنید. جمهوری اسلامی میگفته من میخوام ایزوتوپ درست کنم برای بیماران سرطانی. حالا اصلا به جمهوری اسلامی میاد که برای بیماران تو ایران فکری بکنه. بعدم اینقدر حجم این نیروگاه عراق، آب سنگین عراق بزرگ بود، یکی از دانشمندان آمریکایی دانشمند نوبل برده، دانشمند هسته‌ای، گفت تو خنده داره که جمهوری اسلامی میگه من میخوام ایزوتوپ پزشکی درست کنم با این راکتور، مثل که صبح یه نفر با شمشیر بهش شمشیر دستشه، میگن شمشیر برای چی؟ میگه میخوام کره بمالم روی نونم بماند. این راکتور آب سنگین خصوصیتش اینه که شما دیگه اورانیوم رو مجبور نیست غنی بکنید از سانتریفیوژ. اورانیوم رو، اکسید اورانیوم رو از معدن که میگیرید و یه کار ساده شیمیایی روش کنید، اینو مستقیم میدید به این راکتور آب سنگین. از اون طرف پسمانده هاش توش پلوتونیومه. با یه چیز خیلی ساده، فرایند ساده، پلوتونیومش سوا میکنید، پلوتونیوم خودش میشه سوخت بمب. بنابراین یه مسیر اورانیوم غنی شده است، یه مسیر پلوتونیومه. حالا جزء این برجام این بود که اون سانتریفیوژا رو قطع کردن که اون مسیر اورانیوم غنی شده رو ببندن، گفتن این عراق هم باید تعطیل کنیم. این راکتور آب سنگین رو درآوردن، توش هم بتون ریختن، میخوان بکنن راکتور آب سبک. آب سبک دیگه نمیتونن از پسمانداش پلوتونیوم بگیرن. طبق برجام هم قرار شده که میزان آب سنگینی که جمهوری اسلامی در اختیار داره باید محدود باشه، نمیدونم 90 تن یا همچی چیزی، بیشتر نباشه. حالا اضافه داره طبق قانون برجام، بعد اینو یا بریزید تو سطل آشغال، بریزید توی جایی اونم طبق شرایطی ببینن، یا این رو به اصطلاح چی میگن آب بهش اضافه کنه، یعنی از حالت غلیظی در بیاره، یه غیر قابل استفاده بشه، یا اینکه بفروشه. برای همین چیزی هم نیست پولش، فکر کنم 32 تن که باید بفروشه، این 32 تن میشه 89 میلیون دلار ماکسیمم. ببینید صدها میلیارد آقای کاردان عزیز، صدها میلیارد خسارت زدن، 8 میلیون پول اینه. تمام اون اورانیومی که غنی شده رو میتونستن تو بازار آزاد، تمام اونا که دارن بعد از این سالا 20-30 میلیون دلار بخرن، 20-30 میلیون دلار. حالا آمریکا قرار بوده گفته من میخرم، کنگره میخواد مخالفت کنه، روسیه گفته میخرم، بکش بکشه. ولی مهم اینه که چیزی مهمی نیست، این 32 تن رو باید شردش جمهوری اسلامی یه جوری بکنه اثر خودش. اجازه بدیم با خطوتون مصاحبت کنیم. بفرمید، خواهش میکنم. بفرمید، ببخشید اگه از صدایی تو استودیو هست. بفرمید، خواهش میکنم. الو، این رو خط بعدی. بفرمید، خواهش میکنم. درود بر شما و درود بر آقای دایی. خواهش میکنم، بفرمید. من میخواستم چند تا موضوع کوتاه رو مطرح کنم. یکی اینکه من تعجب میکنم واقعا نه تنها برنامه تلویزیون شما، بلکه هیچ برنامه دیگه راجع به این مسئله نمیخواد صحبت کنه. آقا جمعه در ایران بازم شعبده بازی انتخابات برگزار میشه، باید این آقایان تحلیلگرا و سیاستمدارا و اینا هیچ نظری راجع بهش ندارن. شما نگاه کن راجع به آقای ترامپ
صحبت میشه، نظر میشه، راجب نمیدونم کلینتون نظر صحبت میشه، ولی راجب ایران آقا پس ایران باید شرکت بکنن یا نکنن؟ بعدش این تبلیغاتی که شو شرکت بکنین به روحانی رای بدین تأثیرش چه بود؟ آیا تأثیری داشت؟ خب 7000 تا چیز آورده. مسئله دوم، من تعجب میکنم در تمام این مدت شما تمام چیزا فعالین ادعای میکنه که آقا ما نمیخوایم خون و خون ریزی بشه. من تعجب چطور هیچ برنامه راجع به برنامه تغییری که توی برمه شد هیچ کس راجع به صحبت نمیکنه. توی برمه با همین مسالمت آمیز زدن جلو خانم آتاتورک قدرت از نظامی ها گرفت. چطور برای برمه میشه ولی برای ما حرام راجع به صحبت کنیم؟ بعد اون مثلا من میخواستم آقای دایی عزیز بگرسم. آقای دایی احترام برات قائلم، فعالیت زیاد کردی اینا، ولی من تعجب، من سوالی که برام اینه شما چه نتیجه ای میخواهی از این کار بگیری؟ افشا کردی گردن که تا کی؟ که مثلا چیزی آقا ایران جنایت شده، آقا دزدی میشه، آقا فلان. اگه قد برنامه‌ای نباشه، اگه تجمعی نباشه، نه اگه چیزی نباشه، هیچ فایده‌ای نداره. آقای دایی عزیز شما فقط 4-5 نفر دور خودت جمع کردی، هم فکر و هم نظر اینا، فقط با اینا کار میکنی. آیا موقعش نیست که این محدوده جمع کوچیک بزرگترش بکنی که بشه با نایاک و امثال نایاک به حداقل بهتر زمین زد یا تجربه رو منتقل کرد به نسل بعدی از ما؟ خیلی ممنونم. خواهش میکنم. متشکرم. بزرگتون عرض کنم که اولا وظیفه هیچ کدوم از ما چه من چه آقای دایی ببخشید اینجا ننشستیم که حکومتی رو عوض کنیم، نشستیم آگاهی بدیم. درست میگم آقای دایی؟ نه. آقای دایی؟ بله. میگم راجب مطلبی که ایشون فرمودن صحبتی داریم؟ راجب انتخابات هموطن عزیزمون با همین در خدمت خود شما بارها و بارها راجع به کل انتخابات فایده داره یا نداره، شرکت بکنیم یا نکنیم، بارها بارها بحث کردیم. اینکه این بار زیاد اهمیت ندیم احتمالاً راجع ناشی از همین بوده. اینم که در برمه با مسالمت آمیز بوده، تحت فشار بین المللی، حکومتی که رو نفت سواره، کمپانی‌های نفتی فشار آوردن و نظامی‌ها هم کوتاه اومدن، ولی تفاوت بین یک حکومت توتالیتر ایدئولوژیک مثل شوروی سابق، مثل جمهوری اسلامی و یک حکومت نظامی دیکتاتوری، حکومت‌های توتالیتر و ایدئولوژیک رفرم نمی‌کنن، استحاله نمی‌شن، از هم می‌پاشن، سقوط می‌کنن. این تفاوت عمده‌ای داره. هیچ نمونه‌ای هم به نظر من نبوده که اینطور بشه، یا می‌پاشن یا با کشت و کشتار از بین میرن. رفرمی تو کارشون نیست که بگیم آرام آرام بیان قدرت و تحویل کسی بدن. این خیلی جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای دنبال این حرفا نیستن. خواهش میکنم خیلی کوتاه صحبت بفرمید. بفرمید. خواهش میکنم. هلو. بفرمید. آقای کاردان سلام عرض میکنم. سلام از منه. بفرمید. من یک چیزی میخواستم بدونم. اگر اتفاقی برای یکی اینجا بیفته و یک امریکایی یه ایرانی رو بکشه بی خود و بی جهت که دنیا هم سر و صداش بشنوه، میتونن اینا تقاضای خسارت بکنن از امریکا؟ بفرمید. از تلویزیون گوش کنید. بفرمید. حتما میتونن به نظرم. بله. اگه طبق میگم این قانون 2012 کنگره آمریکاست. معمولا شهروندان کشورها نمیتونن علیه دولت‌های دیگه شکایت بکنن. در برخی از جاها مثلا در انگلستان، در اسپانیا به خاطر شکنجه میتونن، یادم پینوشه رو یادم باشه در لندن نگرش داشتن مدتی، برای شکنجه و به اصطلاح جنایت علیه بشریت شکایت میشه، ولی اینکه شهروندان علیه دولت‌ها شکایت بکنن نمیشه. کنگره قانون گذرون و مستثنا کرد کشورهای حامی تروریست رو. حالا جمهوری اسلامی که اصلا قانونی وجود نداره که بخوان بیان در محافل مبنالی، و اگر بحث بر سر گرفتن خسارت و غرامت بشه که یه دفعه ببینید فردا 1,000,000 نفر تو صف ایستادن که از جمهوری اسلامی بخوان غرامت بگیرن. برای من جمهوری اسلامی اصلا دنبال این مقولات میره. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید.
صدای تلویزیونتون رو کم کنین با ما صحبت کنین. خواهش می‌کنم. بفرمایید. من روی خط هستم؟ بله بله، صداتون داره پخش میشه. متشکرم. شب زیبای همگی شما بخیر. مرسی. عرض کنم خدمت شما، سوال من از جناب دایی این هستش که آیا CIA در مورد رژیم اسلامی ایران چه مقدار، چند درصد اطلاعات واقعی داره؟ متشکرم میشم. مرسی. شما مگر اسناد CIA پیش شماست؟ من خبر ندارم چقدر اطلاعاته، ولی کلن سر یه چیزای کلی اطلاعات کم ندارن. همیشه حتی اشتباه اطلاعاتی ناشی از تحلیل بد سیاسیه. خیلی ها ممکنه شما 5 نفر رو بگذارید یه سری اطلاعات بهشون بدید، نتیجه‌گیری هایی که میکنن ممکنه متفاوت باشه. اینه که وقتی که یه دولتی مثلا یه دولتی گارد خودش رو در مقابل جمهوری اسلامی باز میکنه، مثلا احساس خطر نمیکنه، این چی میشه؟ ضربه میخوره، ضربه اطلاعاتی هم حتی میخوره. بنابراین من فکر نمیکنم اشکال در آمریکا از کمبود اطلاعاته، اشکال از برآوردهای غلطیه که از جمهوری اسلامی میکنن و خیلی هم تاثیر میذارن در آمریکا روی اینکه این برآوردهای غلط جا بیفته، این دروغ ها جا بیفته. من درود و سپاس. من سوالم این بود، میخواستم به اون آقا بگم که میگن که چرا شما راه و چاه نشون، مگر کم بهتون گفتن نرید رأی بدید؟ همتون رفتید. شما فکر میکنید ما از اینجا میتونیم برای شماها برنامه یا قانونی بذاریم؟ شما خودتون 1,000,000 نفر برین فقط بگیرین بشینین تو خیابون، آیا کسی هست که جلوی شما رو بگیره؟ ساکت بگیرید بشینید، نه بخواید چیزی بکنید، فقط همین تمام خبرنگارای دنیا میان سراغتون، شما خودتون نمیخواید. شما یک حکومتی رو که الان دارید باهاش میسازید همین رو میخواید، و اینجا کسی نمیتونه برای شما راه و چاه جز اینی که دارن از کارهای خلافی که اینا میکنن براتون میگن. هرچی هم که بهتون میگن رأی ندید، این کارو کنید، شما گوش نمیدید. من آقای دایی این جوابو ندادن، ولی واقعا مردم ایران من نمیدونم یک گرد سکوت روشون پاشیده شده. شما فکر کردید این حکومت مثل حکومت پادشاهی سابقه؟ بابا اونا همه باسواد، خود پادشاه 7 زبان صحبت میکرد، قانون گذاراش، وزراش، شما اصلا نمیتونید مقایسه کنید با این آخوندهای 5 تومانی. خیلی متشکرم. ممنونم ازتون. مرسی مرسی. اجازه بدیم با خط بعدی صحبت کنیم. بفرمید. خواهش میکنم. بفرمید. سلام آقای کارنام، خسته نباشید. سلام. بفرمید. خواهش میکنم. آقای دایی خسته نباشید. ببخشید آقای دایی، توی ایران ما ایرانی ها هم خوب هستیم هم بد هستیم، و بعضی موقع ها ما خودمون تو گود که نیستیم خبر از چی نداریم، مرتب هم شعار میدیم از بیرون گود که آقا این کار بکن اون کار رو نکن. بالاخره این خصلت ما ایرانیان. شما کاری کردیم، واقعا کارتون خیلی بسیار ارزش داشت، زحمت کشیدیم و جای ستایش دارد. بمانم سوال من این که آقای دایی، یه مقایسه تو تمام برنامه‌ای که شرکت کردین تا حالا مقایسه نکردین وضعیت کنونی الان مردم ایران با نظام جمهوری اسلامی و مردم زمان دوران شاه فقید و سلطنت شاه فقید، آیا امنیت، رفاه از نظر اقتصادی، از نظر کار، از نظر اشتغال، از نظر بیان، از نظر مطبوعات، از هر لحاظی، آیا ما در چه وضعیتی بودیم؟ حالا در چه وضعیتی هستیم؟ ممنونم ازتون. اجازه بفرمایید، چون فقط 30 ثانیه دیگه داریم، من اجازه بدین که خطتون رو قطع کنم، تمام خطوتونم اشغاله، ولی از آقای دایی خواهش بکنم راجع به سوالی که کردین توضیح مختصری بدن. بفرمایید. توضیح مختصر کوتاهش هم همینه که همه میدونن. از هر معیاری، از هر زاویه‌ای نگاه بکنید، جدول بگذارید، خط کش بگذارید، نه 1 درجه، نه 2 درجه، نه 100 درجه، 1000 پله سقوط کرده کشورمون. 1000 پله سقوط کرده. با هیچ چیز قسم مقایسه، 2 دستگاه متفاوته. ببینید در اون دوره آزادی نبود، دموکراسی نبود، ولی یه حکومت مدرنی بود، خیلی مزایا داشت، یه ضعف‌های دموکراسی هم داشت، مسائل اجتماعی هم بود.
در یک سطحی که مطابق پایان قرن بیستم در یک کشور جهان سومی رو به رشد بود. درست؟ الان یک کشور، یک حکومت بنیادگرای ضد بشری تروریست که اصلا دو دنیای متفاوته، اصلا مقایسه نباید کرد، یعنی قابل مقایسه نیستش. که ما در اون دوره انتقاد میکردیم، در اون دوره یعنی انتقاد داریم، ضعف‌ها رو میبینیم و بحث می‌کنیم. این دیگه هیچ نقطه روشنی نیست که ما بخوام جای انتقاد نیست. این حکومت غیر از رفتن چاره دیگری نداره. ممنونم از لطفتون آقای دایی عزیز، بسیار محبت کردین، در خدمتتون بودیم. از دیدارتون سیر نمیشیم، از مطالبتون واقعا سیر نمیشیم، ولی چه میشه کرد، زمان نمیگذاره که آدم بیشتر از این در خدمتتون باشه. ممنون.